وزیران خارجه و دارایی آمریکا به ایران همزمان با بازگشت تحریم‌ها. آنها می‌گویند فشارها تا تغییر رفتار تهران ادامه می‌یابد. در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، کنترل سنا همچنان در دست جمهوری‌خواهان. و ایران میگوید به زیر ساخت‌های ارتباطیش حمله سایبری شده. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. آمریکا میگوید بهمنی از تحریم را بر ایران فرو ریخته، با فهرستی بلند بالا از افراد، نهادها، شرکتها و مؤسسات ایرانی. وزیران خارجه و دارایی آمریکا در یک نشست خبری مشترک بر ادامه سیاست فشار و تحریم تاکید کردند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هم گفت که تحریم‌های بیشتری در راه است و دولت ترامپ صرفاً به احیای تحریم‌هایی که در دوره باراک اوباما وضع شده بود قانع نیست. از جمله نهادهای تحریم شده هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایرانر است، با این توضیح که نام 67 هواپیمای این شرکت هم در فهرست سیاه قرار گرفته، گامی در جهت زمینگیر کردن کامل ناوگان هوایی ایران. جزئیات بیشتر از سام فرزانه. در یک نشست خبری اول صبح در واشنگتن، دو وزیر دولت آمریکا بار دیگر دلایل این کشور برای تحریم بیشتر ایران را برشمردند. هدف ما این است که جلوی کسب درآمد حکومت ایران را بگیریم تا نتواند برای خشونت و بی‌ثبات کردن خاورمیانه و جهان خرج کند. رهبران ایران اگر می‌خواهند از تحریم‌ها رهایی یابند، باید سریع حمایت از تروریسم و رفتارهای منطقه‌ای مخرب و تلاش برای رسیدن به سلاح هسته‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک را کنار بگذارند. ببینید همین هفته پیش چه شد. دانمارک یک طرح حمله تروریستی رژیم ایران در داخل خاکش را کشف کرد. دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران شامل شعبات داخلی و خارجی 50 بانک، 200 شخص و کشتی بخش حمل و نقل و انرژی، 65 هواپیما و شرکت‌های هوایی و 250 شخص حقیقی می‌شود که از آن میان می‌توان به محمد سعیدی، مدیرعامل کشتیرانی ایران، جابر صفدری، مدیر تأسیسات غنی‌سازی نطنز، مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت و محمود زیرکچیانزاده، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران اشاره کرد. رژیم ایران حق انتخاب دارد، یا کاملا رفتارش را عوض می کند و مثل یک کشور معمولی رفتار می کند، یا شاهد خرد شدن اقتصادش می شود. این دور از تحریم ها شامل استثناهایی هم می شود. 8 کشور اجازه دارند هنوز از ایران نفت بخرند و 3 مرکز هسته ای از جمله نیروگاه بوشهر از تحریم ها مستثنا هستند. همینطور بعضی از مبادلات با ایران می تواند ادامه یابد. مبادلاتی هست که اروپایی‌ها همچنان می‌توانند با ایران داشته باشند، مثل مبادلات بشردوستانه یا تجارت محدود. اما اجازه بدهید یک بار دیگر تأکید کنم که ما حتما حواسمان هست که مبادلات بشردوستانه حتما به همین منظور انجام شود. این ماجرا برای آسیب زدن به مردم ایران نیست، اما ما اجازه نمی‌دهیم که پول به عنوان مسائل بشردوستانه بیاید و بعد خرج کارهای تروریستی شود. وزیر خارجه ایالات متحده در جواب این سوال که چه تفاوتی بین رفتار ایران و عربستان در منطقه است که یکی برچسب برهم زننده ثبات می‌خورد، از نفوذ ایران در کشورهای لبنان، یمن، عراق و سوریه گفت. تفاوت رفتار این دو کشور چشمگیر است. از زمانی که دولت ما سر کار آمده، پادشاهی عربستان سعودی با ما در مبارزه با تروریسم همکاری می‌کرده. می‌دانم آقای منوچین هم با آنها در پروژه‌های همکاری می‌کرده. کاملا مشخص است که جمهوری اسلامی امروز بی‌ثبات کننده ترین نیرو در خاورمیانه است. نخست وزیر اسرائیل در دیدار با اعضای حزبش از دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بابت تحریم‌های بیشتر ایران تشکر کرد. بنیامین نتانیاهو گفت که دور جدید تحریم‌های ایران مؤثرتر هستند. در آمریکا اما به فاصله یک روز از انتخابات میان دوره‌ای در این کشور، بازگشت دوباره تحریم‌های ایران سر و صدای چندانی به پا نکرد. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن.
همانطور که گفته شد در فهرست طولانی تحریم‌های آمریکا نام 67 هواپیمای شرکت ایران ایر هم دیده می‌شود. بازسازی صنعت هواپیمایی ایران یکی از مزایای توافق هسته‌ای بود که به نظر می‌رسد با بیشتر شدن تحریم‌ها اگر غیر ممکن نباشد بسیار سخت‌تر شده. جزئیات بیشتر از فیروزه اکبریان. تحریم‌هایی که دیروز اقتصاد ایران را هدف گرفتند حاصل این امضا بودند. امضایی که پایانی بود بر حضور آمریکا در برجام. یکی از حوزه‌هایی که با بازگشت تحریم‌ها هدف قرار گرفت، ناوگان هوایی ایران بود. در رأس آن ایران ایر. بر اساس آخرین برآوردها، شرکت ایران ایر سالانه بیش از 6 میلیون مسافر جابجا می‌کند. این شرکت اولین بار 7 سال پیش در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. همان سالی که ماهان هم در لیست سیاه واشنگتن قرار گرفت. این دو تنها نبودند. یاس ایر، معراج ایر، کاسپیان ایر و پویا ایر هم از جمله شرکت‌هایی بودند که در سال‌های بعد به این فهرست اضافه شدند. در کنار آن باید به شماری از شرکت‌های خارجی هم اشاره کرد که به دلیل ارتباط با این شرکت‌ها به لیست سیاه اضافه شدند. محدودیت‌هایی که تحریم‌ها ایجاد کردند فهرستی بلند بود. از جمله فروش قطعات یدکی، تعمیر قطعات، خدمات پذیرایی، انتشار و تبلیغ پروازهای هواپیماهای تحریم شده، فروش بلیط و حمله بار. سوخت و فرود هم غیر مستقیم تحت تاثیر قرار گرفت. با اجرای این توافق یعنی برجام در کمتر از 2 سال پیش بعضی محدودیت‌ها کمرنگ شد. درهای تازه‌ای به روی تهران باز شد و 2 قول هواپیمایی بوئینگ و ایرباس قراردادهای بزرگی با ایران بستند. زمستان شرکت‌های هواپیمایی اما زودتر از آنچه تصور می‌شد فرا رسید. تابستان امسال و به دنبال خروج آمریکا از برجام، بسیاری از محدودیت‌های قبلی بازگشت و فروش قطعات و هواپیماهای جدید ممنوع شد. و حالا در جدیدترین مورد 67 هواپیمای ایران ایر به فهرست تحریم‌ها اضافه شده. تفاوتی که این دفعه وجود داره اینه که هواپیماهای ایران ایر هم به طور تک تک هم مورد تحریم قرار گرفتن با ذکر شماره شناسه دوم و همینطور شماره سریال ساخت. در عملیات این هواپیما به مرور زمان اختلالات شدیدی به وجود خواهد آمد. کشورها همونطور که در متن تحریم قید شده از حقوق فرود رو برای این هواپیماها لغو میکنند و همینطور از ارائه سوخت و خدمات فنی به این هواپیماها خودداری خواهند کرد. چقدر راجع به هواپیما با شما صحبت کردن؟ یکی از مواردی که رئیس جمهوری ایران در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری پارسال به آن بالید. ما می‌خواهیم حمل و نقل مدرن در اختیار ملت ایران باشد. فعلا که واشنگتن آب پاکی را روی دست همه ریخته. نونوا کردن ناوگان هوایی آغاز نشده تمام شد. روزهای سخت‌تری هم در پیش است. روزهایی که به طور قطع با اوج گرفتن فاصله زیادی دارد. فیروزه اکبریان، بی بی سی. دارو جزو تحریم‌های آمریکا علیه ایران نیست، اما مشکل انتقال پول سد بزرگی برای ورود دارو به ایران بوده و هست. مریم افشنگ در گزارش خود نشان می‌دهد که محدودیت‌های مالی در عمل دارو را هم در فهرست کالاهای تحریم شده قرار داده است. بحران و کمبود دارو بحث امروز و دیروز نیست. پیشتر ایران و غرب و حالا ایران و آمریکا توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند. آمریکا می‌گوید اقلام بشردوستانه از جمله دارو، تجهیزات پزشکی و درمانی شامل تحریم‌ها نیست. ایران می‌گوید آمریکا دروغ می‌گوید. از دیروز دور تازه و کامل تحریم‌ها شروع شده. اما تأثیرش بر واردات دارو چه بوده؟ همین امروز یک سری حواله بوده، بعد ارسال می شده، ارسالشو زدن و اومده. تا این لحظه مشکلی نبوده، ولی یک ساعت دیگر رو ما نمی دونیم. پولهایی که میاد یا میاد EIH یه بانک ایران و اروپا هست توی آلمان، و یورویی که تو اروپا به شرکت‌های دارویی تعلق می گیره توی EIHه. حالا بعضی از شرکت‌ها، مثلا شرکت‌های بزرگ، شما فکر کنید مثلا نوارتیس، مثلا سنوفی، مثلا جی اس کی،
اینها خودشون مشکلی ندارن، بانکاشونه که پولی که از سمت ایران اومده چون میدونن EIH پول ایرانه اکسپت نمی کنن. ما فعلا مشکلی نداشتیم، ولی یک سری از شرکت هایی که طرف معامله شون و بانکاشون بانکای شرکت های بزرگ و چند ملیتی بودن، اونها مشکل داشتن. وارد کنندگان میگویند اگر شرایط طبیعی باشد تنها بین 10-15% نیاز داروهای مصرفی وارداتی است، ولی در شرایطی که ورود مواد اولیه با مشکل مواجه شود نیاز به مواد اولیه افزایش می‌یابد. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران هم اعلام کرده نسبت تولیدات دارویی ایران که مواد اولیه و مؤثر آن تولید ملی است افزایش چشمگیری یافته و به 67% از کل داروی تولیدی کشور رسیده است. این اولین بار نیست که ایران تحریم می شود، ولی بسیاری معتقدند این بار شرایط حتی برای دارو هم که تحریم نیست سخت‌تر خواهد شد. 100% مشکلات بیشتر خواهد شد به دلیل اینکه حجم کار همون حجمه، ولی شرکت‌هایی که و بانک‌هایی که اینو می‌پذیرن کم شده. الان شرکت‌های بزرگ نمیتونن پول رو جابجا کنن، بایستی بیان از طریق یک کارگزار و شرکت دیگه‌ای تو اروپا این کار انجام بشه و اینها قطعاً مسائل و مشکلاتی رو برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی خواهد داشت. درسته که دارو در تحریم نیست، ولی وقتی که بانک‌ها کار نکنن پول باید به چه طریقی انجام بشه و ترانسفر بشه؟ هرچند آمریکا گفته دارو و تجهیزات پزشکی درمانی در تحریم ها نیست، اما شرکت داروسازی جابر ابن حیان به دلیل ارتباط با سازمان انرژی اتمی ایران و مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته‌ای کرج به علت ارتباط با پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در فهرست مؤسسات تحریم شده هستند. پیشتر وزیر بهداشت گفته بود که طوفان تحریم ها نزدیک است و باید در برابر آن آماده بود. اما آیا وزارت بهداشت برنامه‌ای برای این روزها داشته؟ بله، این برنامه بوده. وزارت بهداشت این برنامه رو تنظیم کرده بوده، میدونستیم، ولی به هر صورت مشکلات ارز و تأمین ارز مشکلاتی بوده که داشتیم. اما شاید اگر 100 تا کالا مورد نیاز بوده 70 تاش رفته دپو شده، ولی همچنان نیازه، چون نیاز روزمرگی مردمه و تاریخ انقضا داره. دارو رو نمیتونید به اندازه 10 سال شما جایی دپو کنید. در این میان دولت سوئیس اعلام کرده در حال انجام مذاکراتی با تهران و واشنگتن درباره گشایش کانالی بانکی برای فروش اقلام بشردوستانه به ایران است. دولت سوئیس گفته خود را متعهد می‌داند که درباره صدور غذا و محصولات دارویی از این کشور به ایران مطمئن شود. در میان کشمکش‌ها و دعواهای سیاسی ایران و آمریکا، برخی مراکز بین‌المللی دفاع از حقوق بشر نگران آثار تحریم‌ها بر زندگی مردم ایرانند و خواستند تا برنامه‌های مشخصی شکل بگیرد که نیازهای مردم به کالاهای اساسی به ویژه دارو تأمین شود. مریم افشنگ، بی بی سی. از دوشنبه هفته گذشته دور تازه تحریم‌های آمریکا علیه ایران آغاز شد. ده‌ها شرکت بیمه و حدود 200 کشتی ایرانی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. کشتی‌هایی که برای اقتصاد ایران حیاتی هستند. ژیاره‌گل نگاهی کرده به تأثیر تحریم‌ها بر صنعت کشتیرانی و صنعت بیمه ایران. تحریم‌های گسترده، شدید و هدفمند. تحریم‌هایی که شرایان اقتصادی ایران یعنی صادرات نفت، کشتیرانی و بانکداری را هدف گرفته. در فهرست تحریم‌های آمریکا علیه ایران نام ده‌ها شرکت کشتیرانی و مؤسسه بانکی و بیمه دیده می‌شود. حدود 200 کشتی نفتکش و تجاری ایران تحریم شدند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران و ده‌ها شرکت وابسته به آنها در فهرست تحریم ها هستند. برخی از این شرکت ها در کشورهای دیگر دفتر دارند، همچون شرکت های کشتیرانی آرش در قبرس و شرکت کشتیرانی آسیا در مالت. دوشنبه گذشته وزیر دارایی آمریکا گفت ایران تنها یک راه برای نجات از این تحریم ها دارد، چرخش 180 درجه در رفتارش. این تحریم‌های قدرتمند بخش انرژی، بانکداری، کشتیرانی و صنعت ساخت کشتی را شامل می‌شود. رژیم ایران میلیاردها دلار را از طریق سیستم بانکی برای فعالیت‌های نیروی قدس سپاه پاسداران اختصاص داده است.
برخی از ایرانی‌ها و شرکت‌های کشتیرانی در فهرست تحریم‌ها در سال‌های گذشته در دور زدن تحریم‌ها فعال بودند. محمد سعیدی، مدیر عامل کشتیرانی ایران و محمد حسین داجمر، مدیر عامل پیشین کشتیرانی ایران در لیست تحریم‌ها هستند. دیروز رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه ایران در چتم هاوس لندن از ایستادگی ایران در مقابل تحریم‌ها سخن گفت. ایران کشوری است با اعتماد به نفس. این بسیار مهم است. ایران کشوری نیست که ترامپ و متحدانش در خلیج فارس بتوانند با آن بازی کنند. در زمان تحریم‌های پیش از توافق هسته‌ای، برخی از کشتی‌های ایران با پرچم کشورهای دیگر به دریا می‌زدند و تحریم‌ها را دور می‌زدند. این بار آمریکا نه تنها شرکت‌های کشتیرانی را هدف گرفته، بلکه کشتی‌ها را هم در فهرست تحریم قرار داده. شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همچون لویدز که کشتی‌ها و بارشان را بیمه می‌کنند، به خاطر تحریم‌ها کشتی‌های ایرانی را بیمه نمی‌کنند. از طرف دیگر ده‌ها مؤسسه بانکی و چندین شرکت مهم بیمه ایران همچون بیمه دی، بیمه ایران، بیمه ملت تحریم شدند. در دوران تحریم‌های سال‌های 2012 تا 2016 چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران بود. از 4 ماه پیش چین نفت خریداری شده از ایران را با نفتکش‌های شرکت ملی نفتکش ایران به چین حمل می‌کند، راهی برای حفاظت شرکت‌های کشتیرانی چین در مقابل تحریم‌ها. ژیارگل، بی بی سی. در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، حزب دموکرات پس از 8 سال اکثریت را در مجلس نمایندگان به دست آورد. جمهوری‌خواهان هم اکثریت را در سنا حفظ کردند. هر دو حزب پیروزی‌هایشان را جشن گرفتند. اگرچه با این تغییرات کار برای دولت دونالد ترامپ سخت می‌شود. آنچه ابعاد تازه‌ای به این انتخابات داد، حضور زنان و اقلیت‌های قومی بود که به مجالس قانون‌گذاری سراسری و ایالتی راه یافتند. جزئیات بیشتر از کامبیز فتاحی. جنیفر ویکستون از نامزدهای دموکرات که در انتخابات روز گذشته آمریکا پیروز شد در ایالت ویرجینیا. با پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، حالا سلطه 8 ساله حزب جمهوری‌خواه بر کنگره پایان یافته. این نانسی پلوسی، رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، شب گذشته در جمع طرفدارانش: امروز موضوع دموکرات و جمهوری خواه نیست، بلکه قضیه اصلی احیای قانون اساسی برای نظارت بر دولت ترامپ است. در رقابت‌های مجلس سنا اما جمهوری خواهان پیروز شدند. حفظ اکثریت در سنا توسط متحدان رئیس جمهوری حداقل تا 2 سال دیگر. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ تغییر مسیر نخواهد داد. رئیس جمهور به کاری که به خاطرش به واشنگتن اومده ادامه خواهد داد. سوال اینه که آیا دموکرات‌ها واقعاً میخوان به وظیفه‌ای که به خاطرش به واشنگتن اومدن عمل کنن و مشکلات رو حل کنن یا نه؟ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه توییتر از موفقیتی عظیم برای حزبش صحبت کرده. هرچند به نظر میرسد آقای ترامپ به زودی با چالش‌های جدیدی مواجه شود. دموکرات حالا میتونن در کمیته های مجلس نمایندگان علیه آقای ترامپ یا نزدیکانش تحقیقات جدی به راه بندازن، از پرونده ترامپ روسیه گرفته تا اظهارنامه مالیاتی اسرارآمیز آقای ترامپ که تا به حال از انتشارش خودداری کرده. از پدیده های تازه انتخابات این دوره، الهان عمر، سومالیایی تبار، یکی از 2 زن مسلمانی است که برای نخستین بار به مجلس نمایندگان آمریکا راه پیدا کرده از حزب دموکرات. این انتخابات شکستی برای دونالد ترامپ ارزیابی می شود که در چند روز اخیر محکم وارد میدان شده بود. هرچند رقبای دموکرات او هم به پیروزی بزرگی که امیدش را داشتند نرسیدند. نتیجه شکاف عمیق‌تر در ساختار قدرت و تشدید احتمالی جنجال‌های سیاسی در آینده نزدیک. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات ایران، در توییتی از حمله سایبری بزرگی به کشور خبر داده. آقای جهرمی گفته که هدف این حمله زیرساخت‌های ارتباطی بوده و این حمله دفع شده است. وزیر ارتباطات گفته که این حمله از طرف کشوری است که پیشتر هم با کرم اینترنتی استاکسنت به ایران حمله کرده بود. به نظر می‌رسد منظور اسرائیل است. حدود 2 هفته پیش هم غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیرعامل ایران، از کشف یک ویروس کامپیوتری شبیه استاکسنت ولی بسیار پیچیده تر و خطرناک تر خبر داده بود. جزئیات بیشتر از شهریار سیامی.
ایران باری دیگر هدف حمله است. آنچه رئیس پدافند غیر عامل میگوید شاید درست باشد. غلام رضا جلالی گفته که دیگر حمله نظامی با ارتش‌ها انجام نمی‌شود، بلکه این فناوری است که ابزار تهاجم به کشورهای دیگر شده. اینکه امکانات و زیرساخت‌های اینترنت بخش زیادش در اختیار آمریکایی‌ها هست و بعد بعضن امکان این که مثلا اختلال ایجاد بکنن یا حتی فشار حوزه تحریم برن، مثلا ببینید ما الان از گوگل استفاده میکنیم، اگه آمریکایی‌ها سر گوگل فشار بیارن یا تحریم کنن، میگن اگر شما این دامنه سرویستون تو ایران مثلا محدود نکنید یا محدود بکنید، این جرائم رو برای شما خواهد بود، طبیعتاً میتونن محدود بکنن. محمد جواد آذری جهرومی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، در توییتر از یک حمله سایبری تازه خبر داده. او نوشته رژیمی که سابقه بکارگیری استاکسنت را دارد، این بار تلاش داشت به زیرساخت‌های ارتباطی ایران صدمه بزند که با هوشیاری تیم‌های فنی دست خالی بازگشت. این اقدام خصمانه را از طریق مجامع بین‌المللی پیگیری می‌کنیم. به نظر می‌رسد که منظور وزیر ارتباطات اسرائیل باشد، کشوری که مقام‌های آن اعتراف کردند برای از کار انداختن تأسیسات هسته‌ای ایران با کمک آمریکا کرم اینترنتی استاکسنت را طراحی و کامپیوترهای ایران را به آن آلوده کردند. نتیجه این حمله سایبری حدود 8 سال پیش به گفته کارشناسان از کار افتادن هزاران سانتریفیوژ در تأسیسات هسته‌ای ایران بود، ضمن اینکه اطلاعات زیادی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دست آمریکا و اسرائیل افتاد. هفته پیش غلامرضا جلالی، رئیس پدافند غیر عامل، خبر از آلوده شدن کامپیوترها به ویروسی شبیه استاکسنت با پیچیدگی بیشتر داد. از نظر فنی ساختار کرم‌های کامپیوتری طوری است که می‌توانند به اصطلاح باتنت تولید کنند و مدت‌های طولانی در کامپیوترها باقی بمانند بدون اینکه شناخته شوند و در زمان مشخصی دوباره فعال شوند. استاکسنت این توانایی را داشت. مقام‌های اسرائیل در مورد حمله اخیر سایبری به ایران سکوت کردند، ولی برنامه تلویزیونی هدا شد که یک برنامه خبری تحریری در اسرائیل است، مدعی شده افشای حمله سایبری به ایران بعد از فاش شدن رخدادهای متعددی صورت گرفته، از جمله هک شدن تلفن حسن روحانی رئیس جمهور ایران، فاش شدن طراحی قتل یک مخالف حکومت ایران در دانمارک و همچنین ماجرای مدارک هسته‌ای که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مدعی شده در دست دارد. به ادعای این گزارش تلویزیونی، همه اینها میتواند نتیجه دستیابی به اطلاعات از طریق حمله سایبری باشد. حالا ایران با جنگی روبروست که هنوز قوانین و قاعده بازی آن در جوامع بین المللی پایه‌گذاری نشده است. شهریار سیمی، بی بی سی. در اسرائیل سالها خشکسالی باعث شده تا سطح آب دو دریاچه مهم پایین برود. اسرائیل تقریبا همه آب آشامیدنی مردم را با شیرینسازی آب دریای مدیترانه تامین می کند و حالا قصد دارد برای احیای این دریاچه ها آب شیرین شده مدیترانه را به این دریاچه ها منتقل کند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. می گوید معجزه حضرت عیسی راه رفتن بر روی آبهای این دریاچه بود، دریای تبریه. اما امروز راه رفتن بر روی این دریا نیازی به معجزه ندارد. خشکسالی های ناشی از تغییر اقلیم سطح آب را زیر خط قرمز برده. ببینین آب تا کجا عقب رفته. یادم قبلا صدها متر جلوتر می اومد، اما سال هاست که بهره برداری های بی رویه و خشکسالی سطح آب را پایین تر برده. اما امید و راه حل برای مقام‌های اسرائیل شیرین‌سازی آب است که امروز 70% آب آشامیدنی اسرائیلی‌ها را تأمین می‌کند. اسرائیل در زمینه فناوری در جهان جزو موفق‌ترین هاست. حالا مقام‌های اسرائیل می‌خواهند برای احیای دریاچه تبریه آب دریای بسیار بزرگتر مدیترانه را شیرین‌سازی و منتقل کنند. حضرت عیسی اینجا راه می‌رفت. حالا اگه شما هم وارد آب بشید میتونید توش راه برید، چون پاتون به کفش میرسه. اما اگه عیسی برگرده کاری میکنیم که مجبور بشه دوباره روی آب راه بره. فقط هم دریای تبریه نیست. چند فرسخ آن طرفتر به سمت جنوب دریای مرده هم گویی نفسهای آخر زندگی را میکشد. به مانند دریاچه ارومیه دریای مرده هم سرشار از نمک است. و حالا فرونشست زمین در اطراف دریای مرده نشان از سربرآوردن هیولای خشکسالی دارد. این یک هنرپیشه معروف اسرائیلی است که در این تبلیغات شرکت آب
مردم را به صرفه‌جویی در مصرف آب تشویق می‌کند. صرفه‌جویی در اسرائیل بسیار مهم است، زیرا برخلاف مثلا ایران که 80% آبش به مصارف کشاورزی می‌رسد، در اسرائیل قضیه برعکس است. تنها 20% آب اسرائیل صرف کشاورزی می‌شود، آن هم با آب بازیابی شده و روش‌های بسیار پیشرفته‌ای که مصرف آب برای کشاورزی را به حداقل رسانده. این همان نکته است که نخست وزیر اسرائیل در این ویدیو به رخ حکومت ایران کشید و گفت حاضر است در این زمینه به کشاورزان ایران آموزش دهد. هرچند این حرف بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. مشکل اسرائیل تأمین آب کشاورزی نیست، بلکه تأمین آب آشامیدنی است. و بحث امروز بر سر این است که آیا باید آب شیرین سازی شده دریای مدیترانه را صرف تأمین آب آشامیدنی کرد یا به دریای تبریه ریخت تا معجزه حضرت عیسی دوباره معنی پیدا کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.